یک شنبه هفتم اسفندماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا و به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه با درخواست بانک مرکزی مبنی بر دریافت مجموعی از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موافقت شد. به نظر می رسد مهمترین موضوع بررسی شده در این شورا مسئله بازگشت ارزهای صادراتی است، چرا که طبق اعلام وزیر اقتصاد در بسته پیشنهادی بانک مرکزی همه صنایع کشور و زیرمجموعه های نهادهای دولتی، وزارت صمت و صادرکنندگان باید در خصوص بازگشت ارز از قواعد بانک مرکزی پیروی کنند. با وجود اینکه جزئیات زیادی از نحوه افزایش اختیارات بانک مرکزی در این جلسه منتشر نشده، اما میتوان حدس‌هایی درباره کم و کیف این افزایش اختیارات زد. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی میتواند دو رویکرد تشویقی یا تنبیهی را برای ورود ارز صادرکنندگان به بازار در پیش بگیرد. اگر رویکرد به صورتی باشد که صادرکنندگان ارز خود را با نرخ‌های بالاتری عرضه کنند، میتوان انتظار داشت که بازار ارز تقویت شود. در حال حاضر نرخ حواله دلار در سامانه بانک مرکزی حدود 37500 تومان تعیین شده که با قیمت آن در بازار آزاد فاصله زیادی دارد و طبیعتاً صادرکنندگان رغبت کمتری برای ارزی دلار دارند. البته این نکته هم باید گفت که چند روز قبل مدیر تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرده صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز میان خودشان نرخ توافقی دارند و بانک مرکزی در این نرخ هیچ گونه دخالتی ندارد. در مجموع احتمالاً اگر با اقدامات بعدی بانک مرکزی حجم ارز تقویت شود و تعداد صرافی‌ها افزایش پیدا کند، قیمت‌ها هم تعدیل خواهد شد. اما مسئله قابل توجه در اعطای این اختیارات جدید این است که بانک مرکزی باید بتواند از این طریق راه را برای توسعه و تعمیق مبادلات ارزی باز کند.